یکی از رهبران عوامی نشنل پارتی پاکستان بر رسانه های پاکستانی گفته است که اگر طالبان جهاد می کنند به افغانستان بروند زیرا خارجی ها در آنجا حضور دارند. مرکز مطالعات منطقه افغانستان می گوید که حزب عوامی نشنل پارتی مناسبات خوب با افغانستان دارد و این موضوع را با رهبران این حزب مطرح خواهد کرد. در این حال نهاد گفته های بشیر احمد بلور را مخالف منافع پشتون های پاکستان و مردم افغانستان می داند. ولی آریان در این باره گزارش دارد. به دنبال سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان و تعهد جدی این کشور در کار نابودسازی هراس افغانان، یکی از رهبران عوامی نشنل پارتی و عضو برجسته این حزب در پارلمان ایالتی پاکستان در تازه ترین سخنانش افغانستان را جای مناسب برای جهاد طالبان خوانده است. آقای بشیر احمد بلور چندین بار در یکی از رسانه های پاکستانی تاکید ورزیده است که اگر طالبان جهاد می کنند به افغانستان بروند. هرچند مرکز مطالعات منطقه ای افغانستان از این گفته های بشیر احمد بلور سار به اطلاعی می کند، اما می گوید که این موضوع را با رهبری عوامی نشنل پارتی در میان خواهد گذاشت. قدرش ویلی وی داد عوامی نشنل پارتی در سیاست خلاف خبر هم ده داد پاچا خان در خدایی خدمتگره که اگر در آدم تشدد تفسیه کوي در آقای خلاف هم ده ده هر غاره ده پښتنو ده منافع خلاف خبره هم ده دی غړ افغانانو ده منافع خلاف خبره هم ده او کا بشیر احمد بلور ده خبره کړی وی نو زه هغه جدن محکومم. در همین حال شماره از نمایندگان مجلس با انتقاد سخت از گفته های بشیر احمد بلور این گفته های او را مغرضانه می دانند و می گویند که پاکستان همواره در تلاش بی‌ثبات ساختن افغانستان بوده است. یقینا دخالت هر کشوری در کشور دیگر قابل قبول نیست و دخالت های مخصوصا دخالت یک نماینده پاکستان، یک نماینده که خودش از یک ملت دیگر نمایندگی میکنه و او دستور میده در ارتباط با سرنوشت امنیتی و سیاسی مردم افغانستان، این غیر قابل قبوله و از طرف ما کاملا ما را تقبیح میکنیم و غیر قابل قبول هست. ما متاسف هستیم که امروز مشکل تروریسم دامنگیر خود پاکستان شده و باید نیست که یک عضو مجلس پاکستان بر از طالبان پاکستانی خود بگوید که شما که امروز آغاز به تخریبات در اینجا کردین، اینجا تخریب نکنین، برین افغانستان را که سالها تخریب شده و سالها ترور از اونجا آمده اونجا را تخریب بکنین. پیش از این نیز مقام های افغان تایید کردند که پاکستان در بی‌ثبات ساختن افغانستان نقش مهمی داشته است. چنانکه شماره از اعضای مجلس نمایندگان به نقل از زبان مقام های امنیتی افغان که در این مجلس فرا خوانده شده بودند، تایید کردند که سرچشمه اصلی ناامنی های افغانستان پاکستان بوده است. هنوز هم مواد قابل انفجار و بمب‌های خوشه‌ای زندگی انسان‌ها را در کشور تهدید می‌کند. شمار از نهادهای جامعه مدنی امروز در نشست در کابل از دولت خواستند تا پیمان جهانی منع بمب‌های خوشه‌ای را تصویب کند و به اجرا گذارد. شمار از اشتراک کنندگان این نشست از دولت و نهادهای جهانی خواستند تا به زندگی مردم و قربانیان ماین توجه بیشتر داشته باشند. این نهادها در نشست در کابل تاکید ورزیدند که دولت بدون تاخیر باید فیصله های این پیمان را که هدفش صلح، حفاظت از زندگی اطفال، زنان و دیگر شهروندان است، تصویب کند و به اجرا گذارد. محو تماما انبارهای که در صورتی که موجود باشه از ابج مهمات، پاکسازی تماما اراضی کشور که آلوده از ابج مهمات است و همچنان شناسایی حقوق مدنی و بشری قربانی های مهمات و هم رسیدگی به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی از اونا می باشه. شمار از اشتراک کنندگان این نشست می گویند که در چند دهه گذشته در کشور بیش از 1 میلیون تن به اثر انفجارها معلول شدند که 98%شان را غیر نظامیان تشکیل می دهد و بیشترین خطر ماین و بمب های خوشه‌ای در ولایت های غربی کشور وجود دارد. آمار ارقامی که از ناحیه ماین های خوشه‌ای به ما رسیده در حدود 2647 تن می باشد، ولی در مجموع کشور معلولین کشور ما را 2.7% تشکیل می دهد. در همین حال شمار از قربانیان ماین از دولت و نهادهای خارجی می خواهند تا از استفاده ماین و بمب های خوشه‌ای خودداری نمایند و به زندگی قربانیان توجه کنند. ماین اصلا به مردم جامعه، مردم غریب مملکت استفاده می شه که ما مردم از بین میریم و ما از آی خدای دست میتیم. دولت ما 60-20 افغانی رو در روز برای ما معاش میده و او معاش ما را کفایت یک طفل مکتبی ما نمیکنه. تقاضای ما از دولت افغانستان همیسته که این کنونسین حالی که امضا شده باید تصویب کنه و در ساحه عمل ایره پیدا کنه. شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند
که بیشتر ماین‌های خوشایی در بین سال‌های 2001 و 2002 میلادی در کشور استفاده شدند. افغانستان در سال 2008 میلادی پیمان منع تولید استفاده و نگهداری بم‌های خوشایی را امضا نموده است، اما تاکنون عضویت اصلی این کنوانسیون را به دست نیاورده است. دو انتحار کننده از سوی پلیس در ولایت هلمند کشته شدند. مقامات این ولایت میگویند انتحار کنندگان با چادری داخل شهر شده بودند و صبح امروز داخل یک نهاد خارجی شدند، اما پیش از آن که خود و مواد انفجاری همراهشان را منفجر سازند از سوی نیروهای پلیس کشته شدند. بریالی رحیمی از ولایت هلمند گزارش میدهد. این انتحار کنندگان که با بم‌های دستی و جنگ افزار سبک مجهز بودند، در اولی ساعت 9 صبح امروز داخل موسسه IRD که در کنار ریاست معارف ولایت هلمند قرار دارد شدند. معاون والی هلمند میگوید که انتحار کنندگان پیش از حمله با شلیک پلیس از پا در آمدند. چادری اغوست و سرال مخصوص تیل و ور باید واشی و در زنجیر خاطر دوی اوختی و ورستا تقریبا لاس دیفکو دوی دواره دی منزلار کامل نوست حالات نرمال دی. آقای میزکوال می افزاید که در این رویداد یک کارمند خارجی این موسسه زخم های سطحی برداشته است. بر بنیاد یک خبر دیگر، یک انتحار کننده دیگر پیش از چاشت امروز در بلسوالی گرشک ولایت هلمند پیش از رسیدن به هدف در نتیجه انفجار موادی که به بدنش بسته بود کشته شد. با گفته فرمانده پلیس ولایت هلمند، دو تن از باشندگان یک خانه را که فرد انتحاری را نگهداری میکرد بازداشت کردند. وزارت مبارزه با مواد مخدر گفته های رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه را نادرست میداند. در حالی که رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه راهبرد مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان ناکام میداند، سخنگوی این وزارت میگوید که این گفته ها بر روابط راهبردی دو کشور اثرهای نامطلوب بر جا خواهد گذاشت. ویکتور ایوانوف رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه راهبرد مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان ناکام می‌داند و می‌گوید که باید راهبرد تازه‌ای برای نابودسازی کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر ساخته شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر این گفته‌ها را به شدت رد می‌کند. اظهارات را که آقای ایوانوف داشتند حتی علی روابط استراتژیک ما اثرات منفی را خواهد داشت. دیگه بارد ازی ما تشویق میکنم که چنین حرفا را اگه بزنن مشکلات خواهد ایجاد شد و این مبارزه ما را زیر سوال خواهد برد. در حالی که رئیس مبارزه با مواد مخدر روسیه از افزایش کشت و قاچاق تریاک در افغانستان اظهار نگرانی میکند، وزارت مبارزه با مواد مخدر از کاهش کشت کوکنار در 20 ولایت کشور خبر میدهد. ما روسیه را از پیشان خواستگار یک روابط استراتژیکی در راستای مبارزه با مواد مخدر هستیم و هم فکر نمی کنم که چنین اظهارات یک تاثیرات مثبت را علی مبارزه فعلی داشته باشه، بلکه این رویه تمام نیروهای امنی و کشفی ما که دیراستا قربانی داده زیر سوال میره. پیش از این نیز روسیه نیروهای ناتو را در افغانستان به بی‌پروایی در کار مبارزه با مواد مخدر متهم کرده است. افغانستان هنوز هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان به شمار می‌رود.